فریبا آدیوبوک تقدیم می کند. قسمت ششم، خلاصه ای از زندگی نامه فروغ فرخزاد و نامه های چاپ نشده به قلم زیبای خانم فرزانه میلانی. شاعری که در پیکری زنانه و ادبیاتی مرد محور محبوس بود، زن جوانی که چشم به آسمان بی‌مرز دوخته بود و اندیشه پرواز در سر می پرورانید، به خانه بخت رفت، یعنی از خانه پدر به خانه شوهر منتقل شد. او پس از جدال‌های فراوان تنها شعر را یار و یاور و تسلای خود یافت. او که همانقدر به شعر احترام می‌گذاشت که یک آدم مذهبی به مذهبش، می‌دانست قریحه کافی نیست، باید سختی کشید، باید از عمر و جوانی و روابط مایه گذاشت، باید تهمت و تکفیر و تهدید را به جان خرید. فرخزاد 22 سال بیش نداشت که در نامه‌ای به پدرش چنین نوشت: من میخواهم شاعری بزرگ بشوم و شعر را دوست دارم. هیچ وقت غیر از این فکری نداشتم. یعنی از وقتی خودم را شناختم حس کردم که شعر را دوست دارم. من هر کاری میکنم برای وسعت دادن دامنه فهم و شعور خودم. من هرگز برای گرفتن دیپلم یا لیسانس درس نمیخونم، بلکه منظورم اینه که با وسعت دادن دامنه معلوماتم بتونم کار مورد علاقه خودم رو که شعره دنبال کنم و موفق بشم. شعر خدای منه، یعنی من تا این حد شعر رو دوست دارم. فروغ فرخزاد که شاعری در پیکری زنانه و ادبیاتی مرد محور محبوس شده بود، زن جوانی بود که چشم به آسمان بی‌مرز دوخته بود و اندیشه پرواز در سر می پرورانید. او انقدر به شعر احترام می گذاشت که یک آدم مذهبی به مذهبش. فرخزاد از دغدغه‌های ذهنیت سنتی گام فراتر نهاده بود و نمی‌خواست خود را و صدای خود را در پس پرده و پستو پنهان نگاه دارد. با جسارتی که خاص خود او بود، تک و تنها به دفتر مجله روشنفکر مراجعه کرد. سراغ دبیر بخش شعر و ادب را گرفت. وارد اتاق او شد. سلام کرد و همانجا جلوی در ایستاد. زن ناشناس که بیشتر یک دختر خانوم به نظر می رسید و موهای آشفته و انگشتانی به جوهر سبز آلوده داشت، دعوت شد که بنشیند. پس از صرف چای با تردید و دودلی، در حالی که از شدت شرم کاملا سرخ شده بود و می لرزید، سه قطعه شعر خود را برای چاپ در اختیار مسئول صفحه شعر مجله گذاشت. فریدون مشیری به کاغذ تا شده‌ای که شاید هزاران بار میان انگشتان شاعر نوپا فشرده شده بود، نگاهی گذرا انداخت و از محتوای بی‌پروایش متحیر شد. هرگز یک زن ایرانی چنین بی‌پرده از عشق و عاشقی، آن هم از نوعی که به نظر غیر مجاز می‌آمد، سخن نگفته بود. او که نگران واکنش خوانندگان مجله بود، خود را ملزم به مشورت با همکارانش دید. آنها به ویژه ناصر خدایار سردبیر مجله چاپ اشعار را توصیه کردند و گفتند: آقا چاپ کن، بره چاپ کن. فریدون مشیری هم گفت: ما چاپ کردیم ولی نرفت، قوقا به پا کرد. سیل نامه و تلفن به دفتر مجله سرازیر شد. به ویژه از این طرف و آن طرف و شهرهای مختلف آدمهای متعصب تلفن می کردند و نامه می نوشتند که آقا شما روی جلد مجله تان تبلیغ ودکای خاویار می کنید و داخل مجله تان هرچه می خواهید می نویسید.
و چنین بود که در دورانی که مملکت در بحرانی سیاسی دست و پا می زد و متلاطم و مغشوش بود، زنی در آستانه 20 سالگی با هیاهو به صحنه ادبیات فارس جدال‌های فرهنگی وارد شد و از همان آغاز کار شاعری تا فرجام کوتاهش در 12 سال بعد نوآفرینی کرد و تابو شکست. البته قبل از گناه چندین شعر دیگر از فرخزاد در مجلات فکر منتشر شده بود، ولی با این شعر بود که به شهرتی برق‌آسا رسید. برخی را به وجد آورد و لرزه بر اندام برخی دیگر افکند. شعر گناه در اجتماع ناهمگون آن دوران موجی از واکنش‌های متضاد برانگیخت. پدر و همسر فرخزاد برآشفتند. سرهنگ فرخزاد و پرویز شاپور در سرزمینی می‌زیستند که در آن غیرت مردانه در گرو عفت زنانه بود. وارث فرهنگی بودند که مرد را قیم زن می‌دانست. پاسدار نظامی بودند که زن و جزئیات زندگی زن چه رسد به روایت عشق‌بازی نامجازش را برای چندین قرن در پس پرده سکوت پنهان کرده بود. سرهنگ فرخزاد که عاشق پیشگی را حق مسلم خود می‌دانست، از چاپ شعر گناه چنان خشمگین شد که به گفته پوران داشت خانه را خراب می‌کرد، می‌خواست فروغ را بکشد، من و مامان را هم بکشد. با اینکه قبلا مشوق دخترش در شعر و شاعری بود، به یک بار مخالف سرسخت او شد. او را مایه ننگ خانواده شمرد و از منزل بیرون کرد. پرویز شاپور که به گفته کامیار شاپور پس از چاپ شعر گناه از شدت ناراحتی یک هفته نتوانسته بود خانه را ترک کند، همسرش را آماج دشنام و بی‌احترامی کرد. گروهی از خوانندگان مجله از شعری که نافی نجابت و عفت کلام بود برآشفتند و شاعرش را مورد بی احترامی و حمله قرار دادند. او را زنی هرزه خواندند که بی بند و باری را ترویج می دهد. سوداهای جنسیش ارضا ناپذیر است. شهوتی بیکران دارد و تنها در پی لذتهای جسمانی و این جهانی است. فرخزاد در حیرت بود که چرا آهنگ شعر من آنقدر به گوش ها ناآشناست و چرا عده‌ای نمی توانند آن را به آسانی حذف کنند؟ چرا مرا متهم می کنند که با شعر خود به ترویج فساد کمک می کنم؟ وقتی زنی قلم برداشت و برای خود این حق را قائل شد که آنچه را که احساس می کند بگوید، یعنی روح زنانش را در شعر منعکس سازد، ناگهان 4 ستون عرش می لرزد و همه در عزای از دست رفتن عفت و اخلاق اجتماع ماتم می گیرند. بارها شنیده و خواندم که عده‌ای از علمای دینی که این شعر را مروج فساد می دیدند و باور داشتند که باید با آن مقابله شود، توماری علیه سراینده شعر و مجله‌ای که آن را چاپ کرده بود امضا کردند. به گفته فریدون مشیری از قم اعتراض‌های شدید شد و گفتند دیگر از این کارها نکنیم. هرچند آن تومار تا به امروز آن را نیافتم، ولی اگر چنین عریضه‌ای وجود داشت و نیتش خفی کردن صدایی تأثیرگذار در نطفه بود، میتوان گفت که شاعر را بیشتر بر سر زبانها انداخت، مثل فتوایی که سلمان رشدی را به چهره سرشناستر در جهان تبدیل کرد. فرخزاد در شعر پاسخ با اشاره به طوفان طعنه‌های هادیان راه حقیقت از بقای ادبیات فارسی میگوید. حافظ را شاهد می‌آورد و دوام خود را در جریده عالم مسجل می‌داند. حق با اوست، مهاجمان ترک و تازی و تاتار آمدند و رفتند. فردوسی و عطار و مولانا، حافظ و سعدی و فرخزاد به رغم تمام کارشکنی ها ماندند و ماندگارند. و اما قسمت هایی از شعر گناه که در آن زمان قوقایی بپا کرد و یکی از تابو شکنی های فرخزاد به شمار می رفت از این قرار است. گناه کردم گناهی پر ز لذت،
در آغوشی که گرم و آتشین بود. گناه کردم میان بازوانی که داغ و کین جوی و آهنین بود. در آن خلوتگه تاریک و خاموش نگه کردم به چشم پرز رازش، دلم در سینه بی تابانه لرزید ز خواهش های چشم پر نیازش. فرو خواندم به گوشش قصه عشق، تو را می خواهم ای جانانه من، تو را می خواهم ای آغوش جان بخش، تو را ای عشق دیوانه من. گناه کردم گناهی پر ز لذت، کنار پیکری لرزان و مدهوش. خداوندا چه می دانم چه کردم در آن خلوتگه تاریک و خاموش. پس از انتشار این شعر طوفان مهیبی سر رسیده بود و دوران طاقت فرسایی برای فرخزاد شروع شده بود. روز 17 آبان 1334 یعنی 5 سال و 2 ماه پس از پیوندی که با عشق آغاز شده بود، طلاق فروغ فرخزاد و پرویز شاپور در محضر شماره 72 تهران به ثبت رسید. فرخزاد مستعصل و درمانده از اهواز به تهران بازگشت، ولی پناهگاهی که می جست نیافت.